جمعه آینده یک جوان میگوید که مادرم میگوید که اگر کسی که زیر پاش اگر خف کند در زمین های جنت میلش پد. این فتوای مادرش. همون جوان شاید که بیچاره هیچ روز جمعه دیگر خف نکند زیر پاش که زمین های جنت آدم هم میلش پانده است. او یک خست زمینش. این گونه فتواها و این گونه گفتارهای اون زنها در شما اهمیت ندهید. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. خدا شما را عمری دراز و تنی صحت دهد که ما از شما به نهایت استفاده زیاد میبریم. درباره ثواب صلوات چی ثواب دارد؟ من هر روز 100 بار صلوات میگویم. التماس برای من چیزی خبر دهید. عبدالرحمن ابن عوف یکی از صحابه های پیغمبر است. بسیار آدمی با دولت بودند. میگوید باری میگوید به پیش یک درختزار خرما گذشتم. نگاه کردم که حبیب خدا پیشانی مبارک در زمین گذاشتگی بود. سجده داشت. ایستادم. کی حبیب خدا سرش را میبردارد؟ عبدالرحمن ابن عوف میگوید مانده شدم. حبیب خدا سرش نمی برداشت. فکر کردم که این جان حبیب خدا به آسمان پرواز کرده باشد. یا تصور کردم که از قالب حبیب خدا جان جدا شده باشد. بعد میگوید مدت دراز حبیب خدا سرش را برداشت. و با او سلام کردم. و گفتم ای حبیب خدا این قدر سجده طولانی کردی؟ میگوید گفت الحال در سجده بودم که جبرائیل آمده بود. با جبرائیل امین صحبت داشتم و از نزد پروردگار آمد و بر من سلام فرستاد. و بعد سلام گفت که با رسول خدا برسان که من صل علیک صلیت علی فسجدت شکرا لله. در حالت سجده بودم که جبرائیل آمد و گفت ای حبیب خدا از پروردگار به تو سلام آوردم. و بعد سلام گفت که به تمام امتهات خبر بده که کدام اونها اگر گویند که اللهم صل على محمد یا گویان کی صلی الله علیک یا رسول الله یا گویان کی درود و رحمت باد بر رسول خدا صلیت علیه من که پروردگار اونها هستم من 10 رحمت در نامه اعمال اونها می نویسم. فسجدت شکرا لله. من این سجده طولانی یک سجده شکرانه بود که این مرحمت الهی را ببین که کسی که بر من صلوات می فرستد خداوند بر او 10 صلوات می فرستد. این سجده طولانی من بهر این بود. یعنی کسانی که اگر با رسول اکرم صلوات می فرستند تصور کنند که از نزد پروردگار در هر صلواتشان 10 ثواب 10 ثواب و 10 رحمت الهی در نامه اعمالشان کتابت می شود. پیغمبر خدا می گوید البخیل من ذکرت عنده و فلم یسلی علی. بخیل ترین شما کی هست؟ بخیل ترین شما آن کسی هست که نام من در همون معرکه یاد شود و در روح من و بر جسد من صلوات نفرستد. و بخیل ترین امت من در بین امت من هست. خوش به حال آن برادرانی که دائم صلوات می فرستند. یک عبدالحمید گفتگی عبدالواحد ابن زید می گوید حج رفتم. در حج می گوید یک جوان را دیدم که هر گاهی که هر پهلو می گشت می گفت اللهم صل علی محمد. می خیست اللهم صل علی محمد. می نشست اللهم صل علی محمد. من گفتم این خدر تو
صلوات پیغمبر را زیاد میگویی. گفتین یک سیر دارد. ای عبدالواحد، من سال گذشته با همراهی پدرم حج آمدم و در همین نصف راه بودیم که پدرم از حیات گذشتند. شب شد، نگاه میکنم که همون چهره نورانی که پدری من داشت، چهره پدرم به سیاهی مبدل گشت. چهره پدرم به نهایت سیاه شد. خیلی غمگین شدم، زیرا سبب سیاهی این سبب یگان بدبختی می شود. چرا چهره پدری من سیاه شد؟ من که دائم صلوات می گفتم و همه وقت که این عادتی من بود، وظیفه من که بود، شب میگه در خواب نگاه کردم یک مردی خیلی زیبای نزد من آمد و من پرسان کردم ای دوستی خدا شما کی هستین؟ گفت من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم و آمدم و این چهره سیاهی که در پدر تو پیدا شد و تو را غمگین گردانید، برای آنی که تو دائم بر من صلوات می‌فرستی، من از پروردگار خود طلب کردم که روی چهره این فرزندی که دائم صلوات می‌گوید، چهره این پروردگار را با اصل خودش مبدل بگردان و مرا پروردگارم اجازت داد و الحال من مسح در بالای چهره پدر تو کردم و چهره پدر تو مثل اوله شد. از خاطر چی؟ از خاطر که تو دائم در زبانت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد داری. از این خاطر این وظیفه هر کدام ما و شما هست. بزم این صلوات گفتن باز به سنت های پیغمبرم چند زدن در کار. فقط صلوات چگویم و لیکن به سنت هاش اهمیت ندهیم، این معنی نداره. محبت باید جدی باشد. از روی محبت میگوی. حضرت امام ازهری را پرسیدن ما معنی محبت العبد لله و للرسول. ای عالم زمان، کسی گوید که من پیغمبری خدا را دوست میدارم، کسی گوید همین خدایی که من را خلق کرده است دوستش میدارم، آیا وای باور کنیم یا نه؟ امام ازهری گفتن اینجا گفت یک تجربه هست برای آنه که وای شما فهمین که وای دروغگو هست، وای از روی زبان میگوید یا از تحت دل. اینجا گفت امر شمین است که اطاعت لهما والاتیان فی امرهما. نگاه کنین که آیا وای پیروی قرآن و پیروی حدیث های پیغمبر هست یا نه. اگر آن چیزی که خدا گفته است، آن چیزی که پیغمبر گفته است اگر عمل کننده باشد، یقین دانین که وای محب خدا و محب پیغمبر است. لیکن اگر گوید من خدا را دوست می‌دارم، پیغمبر را دوست می‌دارم، اینا مرحمت نگاه کنین که رفتم حج کردم، 3-4 هزار دلار صرف کردم، یکی وقتی معرکش از عرق نوشی و وقتی که اگر در خانش فسق فساد شود، وای کی باور میکنه؟ کی باور میکنه؟ آدم مسلمان باور نمیکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ما با شما باز مگرم سوال جواب کنیم، زیرا به نهایت سوال های زیاد است و سوال های هستن باور کن از موضوع های جمعه دا دیدن مهم هستن. اگرچه موضوع های ما در پیش هستن، انشاءالله با شما باشیم، زنده و سلامت باشیم. فقط شما دعا کنین که خداوند عمر ما را دراز گرداند و تنی صحت بر ما نصیب گرداند. انشاءالله هر یک خواسته که از شما باشد و هر یک موعظه که یعنی قوت ما در او میرسیدگی باشد، من بسمع شما انشاءالله حقیقت شما میرسانم. لیکن این سوال هایی که الحال در خاندان دارم با کمش یک 50 سوال دیگر در خانه است، همه اونها جواب میگوید. لیکن بعضی سوال ها را من جواب نمیگویم. کسی که فهمد که سوالش جواب نشد، وای بر من مراجعت کند، زیرا وای بین این مجلس نیست. سوال های هستن که معنی ندارن، سوال های هستن که یک سوال نمی یک کوچگی هستن. سال همین پیاز با پاد با شتاب زنی چیکار میکنن؟ یا که مثال دیگر یک مسئله هایی که هیچ حاجت نیست اونها را جواب گفتن. ما همون مسئله های جدی و اساسیش را جواب میگوییم.
اینجا در یک قطار برادرها در این مسجد ما یاردم کردن، از آن جمله یک برادرمان جمعه پیشین ابراهیم از دوشنبه یک بلندگویک آورد که اینجا در نزد من استادگی هست. فراموش کردیم دعاش کنیم، دعا بتیم کسم از دوشنبه زیارت آمده بودند. و یک برادر دیگر هم در بازار گوشت می فروشند که چند بار یاردم ها در این مسجد کردند، اون برادرم در حقش دعا میکنیم. و اینجا نام هایی که هست مثل اکای محمد الله از این محله ما نزدیکتر بالاتر، اینم یاردم خشت دراز کردن در این مسجد. برادر ما قوت بچه حاجی شریف از کاریز ها، و این صندوق خیریه ای که داریم اینم الحمدلله که از اینم خیلی کمک های زیاد علاقه در دادن معاش این مسجد، در این تعمیر مسجد صرف شده ایستادند. یعنی کسانی که مبلغ های زیاد نمیتونند داده، میتونند که با هم مبلغ های کمی که دارند در همون صندوق خیریه انشاءالله هر کس موافق همون قوتش در نزد پروردگار ثواب میگیرند. اگر همون آدم هایی که دست نارسند لیکن نیت های نیک دارند، میگوید اگر من مثل فلانی اگر دولت داشته باشم من این مسجد مثال خودم، بسیاری بچه های هستند باور کن به خدا قسم میخورد که اگر من دولت داشته باشم همگیش در راه خدا صرف میکنم، لیکن چیکار کنم که دولت ندارم. انشاءالله وای به نیتش، به همون نیتی نیکی که دارد، به همون نیتی نیکش موفق میشود. شما اگرچه بعضی پولم که نداشته باشین، فقط دعا کنین در هر نمازتان که خداوند همین عمارتهای مسجد کسی مانع نشود. برای دشمنهای مسجد هم زیاد هستند، ناخواهان مسجد هم زیاد هستند. کاری کنین، دعا کنین که خدا دیری اونها را نرم کنند. یک نفر میگد در عراق میگذشت، مردم عراق بسیار بیچاره کمبغل بودن، گذشت میگوید دید حال مردم که بی نهایت خراب است، مردم حتی یک تیکه نان نمیابند که خورند. و این مرد چی گفت؟ گفت اگر پروردگارا این کوهی بلنده که در پیش من است اگر همینه به گندم مبدل کنی، قسم به عظمتیت که همینه در مردم عراق تسلیم میکنم. میگوید یک ندای از آسمان آمد که ای فلانی، در نامه اعمال تو صدقه کردن مثل این کوه گندم نویسانده شد، زیرا نیتی تو نیتی نیک بود. اون برادرانی که البته ندارن قوت لیکن نیتشان خیر است، انشاءالله برابر همون کسانی که سوم میدهند مسجدها تعمیر میکنن ثواب میگیرن از روی نیتی نیکشان. فقط بدخواه نباشین، فقط نگوین که این قدر مسجد زیاد شد، مسجدی بسیار چی در کار؟ مسجدی بسیار در کار است. مسجد جای تعلیم است، مسجد جای یک تربیه است. در مسجد الحال شما آمده اشتراک کردین، چی زلال دیدین؟ یگانه جایی هست که دلهای شما نرم می شود، دلهای شما آرام می گیرد. یک هفته اینه همون تمامی وزنینی ها و ماندگی های شما همه گم می شود. رسول اکرم می گوید لکل شیئین سقالتون و سقالت القلوب ذکر الله عز و جل. هر یک دل زنگ می زند، لیکن برای هر یک و هر یک آلت های دنیایی هم زنگ می زند، مثل آهن زنگ می زند، لیکن یک پاره نجدک هم می گیرن همون زنگ می شکن تازه می کنن. رسول اکرم گفت دلها هم زنگ میزند، لیکن دلهای زنگ زده را چی تازه میکند؟ ذکر الله عز و جل، فقط پند موعظه، فقط یاد خدا، فقط خواندن قرآن زنگ دل دور میکند. یگانه مسجد جایی هست که در دوام یک ساعت زنگهای دل شما را همش میخورد نابود میکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین.